عنوان تلویزیون برابری، امید که هر جا هستید سالم و تندرست و شاداب باشید. علی دماوندی هستم و برنامه امروز تلویزیون برابری رو به شما تقدیم میکنم. برنامه ای که در پیش رو داریم گفتاری است در رابطه با 26مین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367 و سپس گفتگویی است که با محمد رحیمی، یکی از فعالین چپ و سوسیالیست کردستان ایران، در ارتباط با مسئله داعش و اوضاع سیاسی کردستان عراق و سوریه با ایشون صحبت کردم و امیدوارم که این گفتگو مورد توجهتون قرار بگیره. ولی پیش از اون، 26 سال از قتل عام زندانیان سیاسی در زندانهای ایران میگذره، اما همچنان دادهای هزاران جانباختی تابستان 67 و سالهای خونه دیگری نظیر ماههای هولناک پس از 30 خرداد 60 در صدر خواستها و تلاشهای خانواده های جانباختگان و زندانیان رها شده و مردمیه که چشم به عدالت و حقیقت دارن. امروز که خاورمیانه شاهد عروج داعش و دولت اسلامی عراق و شامه، همگان در بهت و حیرت جنایات لشکری تاریکندیش و ویرانگر را به چشم خودشون میبینن. مردم جهان شاهدن که چگونه اسیران در گودالهای جمعی قتل عام میشن و چگونه داعشیان با چاقو و شمشیر سرها را از بدنها جدا میکنن، روستاها و شهرها را ویران و اقلیتهای ملی و مذهبی را کشتار میکنند و بازارهای بردگی اسلامی رو دایر میکنند. جهان در بهت و حیرت شاهد نابود شدن انسانیت در خاورمیانه و استقرار دولتی اسلامیه. برای ما که تحت دوره تأسیس و استقرار نظام اسلامی رو در ایران تجربه کردیم، دولت اسلامی عراق و شام تکرار تراژدیک دوره‌ای که ایران از سر گذرانده است. استقرار رژیم جمهوری اسلامی نیز با همین، دقیقاً با همین سیاست نصر و روب و لشکری از چاقو به دستان و اوباشان اسلامی و جلادان عمام سر آغاز شد و در تمام این سالها ادامه داشته. برای مردم کشور ما که تصاویر داعشیان در سوریه و عراق رو شاهدن، میتونن تصویر اقدامات داعشیان حاکم بر ایران رو بعد از انقلاب بهمن زنده کنن. تصویر اعدام های صحرایی خلخالی در کردستان، اعدام مجروحین و اسیران در برانکارت ها و در کنار بیمارستان ها، قتل عام قارنا و ایندرهاش، ربودن و اعدام رهبران خلق ترکمن، محاکمات چند دقیقی و انتقام طلبانی سران رژیم پیشین و نظامیانی که کودتا کرده بودن، اعدام و شکنجه رهبران و فعالان خلق عرب ایران، سوزاندن کتاب فروشی ها و بستن روزنامه ها، اسید پاشی علیه زنان سکولار، با آتش کشیدن مراکز فرهنگی و هنری، اعدام ها و جنایت های سال 60 تا 63 و اعلام علنی این کشتارها از تلویزیون دولتی و گفتارهای آیت الله ها بر لزوم اجرای قوانین وحشیانی قصاص و زجر کش کردن و شکنجه تظاهر کنندگان مخالف در خیابان ها، حتما آیت الله گیلانی رو یادتونه. و سپس قتل عام سال 67، قتل‌های زنجیری، کهریزک‌ها و بدار آویختن محکومی در میدان‌های عمومی و اماکن عمومی، همه و همه برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و برای استقرار و تثبیت نظام اسلامی انجام شده. همه اینا دقیقا همون سیاستیه که داعش به نام سیاست از نصر و رعب داره انجام میده. اما مسئله‌ای که قتل عام زندانیان سیاسی رو در سال 67 از همه این جنایت‌ها متمایز می‌کنه، ابعاد این کشتار و برنامه‌ریزی برای نابودی تمام زندانیان سیاسی مخالف در سکوت و خاموشی بود. در این جنایت سازمان یافته هزاران زندانی سیاسی رو که بعضن حتی دوره محکومیتشون سپری شده بود و یا مابقی دوره حبس خودشون رو می‌گذروندن، به فتوا و فرمان خمینی در محاکمات چند دقیقه‌ای فقط با پاسخ به مثبت یا منفی به یکی از دو سوال عقیدتی به جوخی دار سپردن.
اجساد رو بر کامیون‌های حمل گوش ریختن و در خاورانهای ایران دست جمعی به خاک سپردن. رهبران حکومت اسلامی بر این باور بودند که با این قتل عام میتونن رژیم اسلامی رو در مقابل جنبش آزادی خواهی قانه مردم واکسینه کنن. اما علارغم آن جنایت هولناک و خلق خاورانهای ایران از طریق کشتارهای ادامه دار ما شاهدیم که در ازای هر مبارزی که در تابستان 67 به زندان افتاده چندین آزادیخواه جدید برخواسته تا ضمن دادخواهیان عزیزان و پیگیری مطالبه بر حق محاکمه عاملین و عاملین آن جنایت هولناک با شعار آزادی کلی زندانیان سیاسی و عقیدتی بساط دیکتاتوری فاشیسم اسلامی رو به لرزه درآورد. میشه به این و همین افزود که در این 26 سال تلاش های بیشاعبه خانواده های جان باختگان و زندانیان رها شده و فعالین سیاسی در داخل و در سطح بین‌المللی تا حد زیادی جنایات رو روشن کرده. این جنایات امروز به عنوان جنایت علیه بشریت در بسیاری از مجامع حقوق بشری جهانی به رسمیت شناخته شده، هرچند تا محاکمه عامران و عاملان این جنایت ها در یک دادگاه عادلانه و کشف تمام حقیقت راه درازی در پیش داریم، ولی و باید همه ما برای روشن شدن ابعاد همین جنایت ها و دادخواهی عادلانه هرچی بیشتر به تلاش هامون ادامه بدیم و بر ابعادش بیفزاییم. هرچند پاسخ ارتجاع همواره و همیشه مثل همه مستبدین ایستاده بر پردگاه همچنان تهدید و سرکوب و کشتار بوده و اعدام ها و دار کشیدن مخالفان، خصوصا فعالین جنبش های مدنی، بستن مطبوعات و رسانه های منتقد، حبس و شکنجه منتقدین و مخالفین، خصوصا رهبران و فعالان کارگری، سرکوب جنبش های زیست محیطی و حق طلبی ادامه داشته. ولی و دولت روحانی همانند دولت های پیشین درباره این جنایت ها نه فقط مهر سکوت و بر لب زده، بلکه با گماردن اعضای کمیته سه نفره مرگ در وزارت دادگستریش و دادستانی دادخواهی رو به سخره گرفته. روشنه که باید جنایتکاران رو به زور وادار به شکستن سکوت کرد، اما شکستن سکوت گورستانی درباره جنایات رژیم و آمران و آمران آن تنها با انقلاب مردم ایران ممکنه. نباید در هیچ شرایطی ننگ تداوم استبداد دینی رو در ایران و منطقه تحمل کرد، چرا که مردم ما جویای آزادی و برابری و عدالت و کوتاه شدن دست مذهب از زندگیشون هم. ما در 26 امین سالگردی یاد جان باختگان تابستان خونین 67 و همه جان باختگان راه رهایی در طول 36 سال گذشته با ادای احترام به خاطری تابناک همه شهدا و جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم و همه سربدارانی که بر اعتقادات خودشون ایستادن، پایداری و مقاومت ستودنی خانواده های داغدار این جانفشانان رو که بیش از 3 دهه بار سنگین یک مسئولیت عظیم اجتماعی رو به دوش کشیدن و نذاشتن این جنایت در سکوت و سکون به فراموشی سپرده را پیش از پیش عرض می‌ذاریم و تأکید می‌کنیم که آرمان‌خواهی این نسل از خود گذشته در مقابل استبداد امپریالیسم، بر این باوریم که جنبش دادخواهی خانواده‌ها می‌تونه با دیگه جنبش‌های عدالت‌خواهی مردم ایران، خصوصاً جنبش‌های کارگری، جنبش‌های محیط زیستی، جنبش‌های زنان و جوانان پیوند بخوره و از این طریق به یه جنبش وسیع و فراگیر و توده‌ای تبدیل بشه، جنبش عظیم و عدالت‌خانه‌ای که رژیم اسلامی رو با همه دستگاه‌های زندان و شکنجه و کشتارش از علیکی قدرت به زیر بکشه و آمران و آملان جنایت‌های 35 ساله رو به پای محاکمه، یک محاکمه علنی و عادلانه بکشونه. باشه که با کشف این حقایق و افشای گسترده جنایت های 35 سالی گذشته در میان افکار عمومی ایران و جهان، مانع از تکرار این جنایت
و ایجاد دولت اسلامی در منطقه خاورمیانه بشیم. برای همگی شما آرزوی پیروزی، موفقیت و همبستگی میکنیم. رو بسیار خشن میدونند و بسیار سختگیر و لقب‌های هم به شما دادن و گروه دیگه هم طرفداران سرسخت شما هستند. نظر خودتون راجع به آقای خلخالی چی از قربون؟ من اونی که خودم رو میشناسم از قضا من یک آدمی رقیق القلبی هستم. یه شاهدش هم عبارت از این بوده که در دادگاه ها با دیدن یک جریانات رقتبار چندی مرتبه گریه کردم و من خودم رو یک انسان مسئولی میبینم. روی این جهت در این رویداده ها مسلمن من قضاوت کردم و قضاوت منم عادلانه بوده و من هیچ وقت توقع ندارم که دیگر یه عده‌ای با من دشمن نباشن. چرا؟ برای خاطر اینکه من هویدا، نصیری، ربیعی، ناجی عرض کنم که خیلی از اینا رو من حکم اعدامشون دادم. مسلمن طرفداران اینها با من دشمنن، من آیشمن معرفی میکنن. اینا هستن که قلمهای مسمومشون درباره آقای خمینی هم برات از یک آقای خمینی ایتله. و حال اونکه همه مردم میدونن قلب رعوف آقای خمینی برای ملت میتپه و منم تقریبا همینجورا هستم. ما باچی نداریم از اینکه غربی ها دیگران درباره ما چی بگوین، ولی من خودم را یک آدم بی عاطفه نمیبینم. من یک آدم با عاطفه و مسئول و روی این جهت گشخیمان رو حسابشون رسیدم، ولی در مقابل افراد مستضعف و ملت بیچارگان اینها همیشه ناراحتن و همیشه گریه به حال اینا میکنن و همیشه هم احساس مسئولیت میکنن و دلم میخواد برای اینو کار بکنم. غیر از این چیز دیگه نیست. آقای خلخالی، نظر شما راجع به این گفته امام خمینی مبنی بر اینکه ما چندان هم به حقوقدان و وکیل احتیاج نداریم چیز؟ شما هم مثل ایشون معتقد هستین که اصلا ما بی‌نیاز هست جامعه‌مون از حقوقدان؟ نه، وکیل البته حقوقدان ها که چون اینا ازش از حقوق اسلام تقریبا اکثرا بیمایه هستن و اطلاعی ندارن و ما عقیدمون این نیست که متهم نمیتواند برای خودش وکیل بگیره. وکیل خب کسی برای فروش خانه، برای مثلا فروش فرشش وکیل میتوانه بگیره، تو برای جانش نمیتونه وکیل بگیره. وکیل میشود گیره، اما عمده اینه که این وکلا حاضر نبودن در ایران از هویدا و نصیری وکالت کنن، برای خاطر اینکه تا آخر عمر دیگه نمیتونستن زندگی کنن. برای اون جهت و ثانیاً ما با اسلوب غربی حرکت نمی کنیم. چون هویدا این عنوان میکرد سیستم سیستم، ما میگیم آقا تو 13 سال در صدارت بودی، این جنایات مملکت مربوط به توست و تو مسئول این جنایات بودی، تو باید جواب اینا رو بدی و جواب نمیتونست بده، ما هم اعدامش کردیم. این خیلی مسئله ساده بود. ما سیستم غربی و حکومت و قضاوت و حقوق غربی را ملاک قرار ندادیم. آقا تو فرمانده بودی؟ بله. فرمانده چند نفر؟ فرمانده 200 نفر که به جان مردم انداختن کشتن اینا، این رو اعدام کردیم، اونا رو همینجور. خیلی ساده بوده جریانات. به نظر من اونایی که دلشون میخواهد عرض کنم که از حقوق غربی حرف بزنن، دلشون میخواهد خیلی روی این مسئله حساسیت نشون میدن. روی این مسئله ما خیلی حساس نبود. خب نظر شما راجع مجلس مؤسسان چی هستین؟ به چه ترتیب باید تشکیل بشه؟ مجلس مؤسسان همینجوری که آقا میفرمایند با همون قبول داریم. حالا 75 نفر، 70 نفر. از من عقیدم اینه که اگر خود آقا صحه بگذاره به همه این مواد، مردم اینو قبول دارن. احتیاج به 75 نفر هم نداریم. 75 نفر هم برای بستن دهن همین غربی نماهاست. غیر از این مسئله دیگه نیست. آقای خلخالی، مردم میگویند که بسیاری از روحانیون براشون در درجه اول اسلام مهمه و بعد ایران. آیا این صحت داره و اگر بله شما جزو کدومشون هستید؟ مسلم، اول اسلام بعد ایران. ما طرفدار پیاده کردن جمهوری اسلامی در منطقه هستیم. در صحبت ها منم مسلمه اینو گفتیم. این معناش صدور انقلاب به کشورهای همجوار نیست، بلکه حرکت اسلامی ما مسلماً در منطقه نفوذ گذاشته و نفوذم خواهد گذاشت. حرکت جمهوری اسلامی، حرکت انقلابی اسلامی در ایران باعث شده که حرکت انقلابی اسلامی در افغانستان پیدا بشه و حرکت انقلابی اسلامی
عرض کنم که در عراق پیداشه و در کشورهای دیگه، مسلمه سردمداران این کشورها چه از رؤسای جمهور چه از پادشاهان خیلی از این حرکت اسلامی امیر در ایران به وحشت افتادن، برای خاطر این جده که اونها مردم اونها از این انقلاب ما مسلمن الگو خواهند گرفت. این شکلی درشون با رفیقم محمد رحیمی از فعالین چپ و سوسیالیست هستم و در مورد مسئله داعش، ظهور داعش و مسئله تصویری که یک فعال سوسیالیست از منطقه کردستان عراق و سوریه و منطقه ما داره میخوام صحبت کنم. محمد جان خوش اومدید. خیلی متشکرم. منم سلام دارم خدمت بینندگان عزیز تلویزیون برابری. تصویر شما به عنوان یک فعال کرد و فعال چپ سوسیالیست از منطقه‌ای که ما داریم چیه؟ بله، میدونین که با توجه به بحرانی که جامعه سرمایه‌داری گرفتارش هست از سال 2008 و راه برون رفتی تا به حال براش پیدا نشده، اینا به شدت در واقع ریاضت اقتصادی رو تحمیل کردن به مردم خودشون و داریم میبینیم در تمام کشورهای اروپایی، در آمریکا امکاناتی که مردم سابقا استفاده ازش میکردن قطع میشه روز به روز و بخشی از این در واقع راه فرار از این وضعیت بحران اقتصادی که دارن اینه که بحران رو روز سر مناطق دیگه خالی بکنن. منطقه خاورمیانه یکی از این مناطقه، منطقه‌ای که نفت سرشار داره، منطقه‌ای که کشورهای ثروتمند عربی مثل عربستان و قطر و امارات و اینها از سایه سر دلارهای نفتی میتونن چیزهای چی میگونن تولیدات نظامی اینا رو وسیعا بخرن و اینا رو شاید تا حدودی از این بحران خلاص بکنن. علت اساسی این که کشورهای خاورمیانه، منطقه خاورمیانه در وضعی گرفتار اومده که الان هستش این قضیه است. علت اصلی و اساسیش وضعیت بحران اقتصادی در کشورهای امپریالیستیه، در کشورهای غربی مثل آمریکا، مثل انگلیس، مثل کشورهای دیگه اروپایی مثل فرانسه و الی آخر. میدونین که از بهار عربی که شروع شد اینها در واقع برای اینکه وضعیت به ضد خودشون تبدیل نشه شروع کردن به دخالت کردن در اون کشورها یکی بعد از دیگر. ماجرای مصر رو میبینیم که چه شکلی شد، در واقع اومدن دخالت کردن و سرانجام منتهی شد به یک کودتای نظامی که به این شکل دوباره که دولتی رو سر کار بیارن که متحد خودشونه و میتونن هم از طریق فروش تسلیحات و اینها و هم از طریق اون کشور از آستین و اون دولت بتونن بر سایر کشورهای منطقه استیلا داشته باشن. این ماجرای مصر، وضعیت عراق رو میدونیم که چه شکلیه، علاوه بر سال 91 که زدن حمله کردن در ارتباط با مسئله کویت و اینها، سال 2003 اومدن صدام حسین رو انداختن و این وضعیت رو برای این کشور ساختن که داریم میبینیم و وضعیت سوریه رو بازم داریم میبینیم از سال 2011 که مردمی اومدن در واقع تظاهرات مسالمت آمیزی کردن کاملا با مدنیت به شیوه کاملا پیشرو و امروزی اومدن در سایه سر دخالت های کشورهای منطقه‌ای که بازم پشت سرشون کشورهای امپریالیستی و رأساً خود کشورهای امپریالیستی اومدن در واقع این وضعیت سیاسی رو تبدیل کردن به یک وضعیتی که گروه های جنگ طلب، نیروهای مرتجع اسلامی و در واقع عقب مانده و دستجات نظامی که خفه کردن اون وضعیت سیاسی رو، اون اقدامات سیاسی مردمی رو و این وضعیت رو خلق کردن که تنها گوشه‌ای که مونده بود که
خودش رو بری کرده بود از این وضعیت مسئله کردستان سوریه بود که الان در واقع داعش رو کیش کردن علیه در واقع اون منطقه که خفه بکنن. یعنی در واقع هدف اصلی اینه از کانال همین نیروی بش مافوق ارتجاعی به نام داعش میخوان در واقع هر جا که صدایی از آزادی خواهی پیشرفت مدنیت هستش خفش بکنن و در واقع نیروهای مرتجعی دولتهای شبه عربستان و سعودی که همیشه دهه هاست این در واقع در خدمت سیاست های امپریالیستی توی منطقه میخوان اونا رو چیز بکنن. یعنی تصویر کلی اینه. یعنی اگه من چیز شما رو جمع بکنم، یعنی بعد از مسئله اشغال عراق، حمله آمریکا، بعد تحریم های بین المللی، اشغال عراق و فروپاشی کلیت عراق و بعد بهار عرب، مسئله سلطه، چگونگی سلطه امپریالیستی و اشغال منطقه به یک مسئله روز، دست برنامه روز کشورهای قدرتمند سرمایه‌داری تبدیل شده و طبعا نیروهای نیابتی که اونجا مثل داعش و القاعده و اینها وارد شدن که هم از مهاجرینی هم که وارد میشن، مزدوران اسلامی که از جاهای مختلف وارد کردن و هم کمک های مالی و تسلیحاتی هم ترکیه، قطر، عربستان با یه مجموعه طرفی که یعنی به قول شما میگید که این نیروی سلطه و نیروی نیابتی اول همه میخواد جنبش آزادی خواهی رو سر ببره. بله، هدف اصلی اینه. ببینید شما میدونید که هممون دیگه الان دیگه علنی شده صحبت های خانم هیلاری کلینتون که میگه ما داعش رو ساختیم. منظور اینه که خودمون میدونیم که آمریکا چند دهه پیشتر به خاطر اینکه جای پای روسیه رو خالی بکنه در افغانستان $1 بیلیون یک نفر CIA که رو کانال‌های تلویزیونی این پخش شده برد و دستان مجاهدین رو چیز کرد، آموزش نظامی بهشون دادن و کاری کردن که اون دولت به هر حال دولتی سکولار بود، حداقلش این یه دولت لائیک که آموزش آورده بود برای زنان، برای دختران افغان، اصلاحات زیادی کرده بود در عرصه بساز زمین و اینها برای دهقانان، یک سری خدمات ایجاد کرده بود برای اون جامعه، اون رژیم رو بندازن. بعد دستجات نظامی آموزش دیده و اسلامی و به شدت مرتجع اونجا، وقتی که خودشون افغانستان رو ترک کردن اون نیروها اونجا موندن دیگه. خب اون نیرو چیکار میکنه؟ اون نیرو در واقع کار کرد یک ایدئولوژی اسلامی به شدت ارتجاعی داره، در واقع به شدت بسته زنان رو میدونیم به چه سرنوشتی دچار کردن توی مثلا افغانستان و اینها. بعد این نیرو نیروی بنابه آموزه های اسلام در واقع معتقد به امت اسلامیه و میبینی که در هر جای دیگری که یک بحرانی هستش اینا وارد میشن، اینا دیگه مرز رو به رسمیت نمیشناسن، ملت رو، ملیگرایی رو، کشور رو، اینا رو به رسمیت نمیشناسن، میگه امت اسلامی، دوره در واقع خلافت های اسلامی و دوره امپراتوری اسلامی ها که تا نزدیک های اسپانیا و اینا اومدن تفکراتشون در اون چارچوبه و در نتیجه میرن دخالت میگو. میبینیم که بسیاری از فعالین همون افغان در عراق دارن میجنگن الان یا در سوریه دارن میجنگن، آدم هاشون دستگیر شده و داریم میبینیم دیگه که اصلیتش یارو افغانیه. یا مثلا کردهای مثلا کردستان ایران در عراق و در سوریه دارن میجنگن و عین این در بنابر این در واقع یعنی نیروی داعش کیه؟ این مجموعه ای که هست یک دفعه پدید اومده، شما میگید از مزدوران یا مثلا از اسلامیست ها یا بنیادگرایانی که از همه جا میتونن جمع بشن و برای امت و خلیفه بجنگن، این در واقع یک مجموعه هستن که 8-9-10 تا گروه اسلامی هستن به اضافه که الان نیروهای بعثی هم بهشون اضافه شده، به در واقع همون دورانی که یعنی اگه تاریخش رو بخوایم بررسی بکنیم برمیگرده به دوره همون انقلاب ایران، در شهرهای کردنشین یه جریان سلفی اونجا وجود داشت که علیه چپ ها مبارزه میکرد به شدت، ضد آقای مفتی زاده، آقای جریان مفتی زاده
که بعد از اینکه این جریان در واقع خود جمهوری اسلامی سرکوبش کرد، آقای مفتی زاده رو زندان انداخت، 10 سال زندان بود در زندان عادل‌آباد کرمانشاه، اونجا فوت کرد و اینها. به هر حال نیروهاش ولی موندن، بخشیاشون که بسا آزاد بودن و دستگیر نشده بودن اینها و بیشتر رادیکالیزه شدن از جهت چیز اسلامی خودشون. اینا بعدا میبینیم که با ماجراهای عراق و اینا، آقای ابو مسعب زرقاوی که اصلیتش اردنیه میارن از داخل ایران میره عراق و اونجا بیعت کردن با آقای زرقاوی، دولت اسلامی عراق رو ایجاد کردن و این گروه های دیگه گفتم که همه اومدن بیعت کردن و این چیز بزرگتری شد. حتی یکی دو تا شهر رو اگه یادت باشه به خطر انداختن اون زمان ها، که بعدا میگه آمریکا آقای زرقاوی رو کش و اینا مجبور شدن عقب نشینی کردن، رفتن به جبهه سوریه. در جبهه سوریه میبینیم که نیروهای دیگه بودن، النصره و فلان و اینها، که تونستن در واقع اینها با چراغ سبز خود آمریکا که به خاطر اینکه مالکی نزدیک شده بود به ایران و داشت از دستش در میرفت اوضاع در عراق، هرچند این همه بسا خرج کرده بود براش و سربازاش کشته شده بودن، این به خاطر اینکه دولت مالکی رو تضعیف بکنه آمریکا چراغ سبزی نشون داد. کشور ترکیه هم برای اهداف خاص خودش علیه کردها، با توجه به کردهای سوریه که یک جنبش بسیار پیشرفته در واقع مترقی دارن و توده‌ای، برای تضعیف اونا، برای خفه کردن اون جنبش در واقع اومدن اینا کمک کردن. عکس‌هاش هست، مدارکش هستش، تمام اینها که دولت ترکیه کمک داره میکنه رقصن مستقیماً به جنبش داعش و اینا تونستن با توجه به این کمک‌ها و کمک‌های مالی که شما اشاره کردین از طریق عربستان و قطر و اینها تقویت شد این جریان و تونست انشعابی بندازه در النصره و بخشی از النصره بهش در واقع پیوست. پیوستن این، گسترده شدنش در سوریه باعث شد در واقع این ماجرای خلافت اسلامی رو اینا ایجاد بکنه. بنابراین متوجه میشیم که جاپای آمریکا و کشورهای غربی کاملا عیانه. از طریق کی عمل میکنن؟ بخشن خودشون، اکسای آقای مکین هستش دیگه با ابو بکر البغدادی، مگه اینا دیگه پخش شده در این چیزای شبکه‌های اجتماعی و چیه؟ کشورهای منطقه هم که هر کدام هدف خاص خودشون رو دارن. خب میدونیم ماجرای هلال شیعه، جمهوری اسلامی، سیاست های جمهوری اسلامی که میخواه خودش رو تقویت بکنه و برای امتیاز طلبی و خواهای و بلند پروازی های خاص خودش و در مقابلش خب کشور ترکیه با توجه این سیاست ها در مقابل اون رقیبی مثل ایران، مثل جمهوری اسلامی، اونم سیاست های خاص خودش رو داره و مخالفتش با سیاست دغلکارانش که در واقع علیه کردها هستش که در داخل با کردهای خودش یه جوری عمل میکنه، در خارج با کردهای سوریه یه جوری دیگه عمل میکنه، بعد با کردهای عراق مثلا یه شکلی، حتی رهبر حزب عدالت و توسعه مثلا ما مخالفتی نخواهیم کرد با استقلال کردستان. که در واقع گفتم هر کدام از این کشورها، هر کدام از این نیروها در منطقه الان در وانفسایی که آمریکا خب تا حدودی هم تضعیف شده و نمیتونه اینجوری نیرو بفرسته و همه جا رو تسخیر بکنه و اینا، عملا شکستش در عراق این مسئله رو نشون میده یا حتی در افغانستان و اینها، و با در این وضعیتی که هستش این نیروهای منطقه‌ای، قدرت‌های منطقه‌ای دارن برای سهم کیف خودشون فعال شدن. عربستان دیگه امنیت خودشون نمیتونه کاملا 100% بسپره به آمریکا که اون امنیتش تضمین بکنه، خودش وارد عمل میشه. چجوری وارد عمل میشه؟ با جریانایی که هم فکر خودش هستن، وهابیا و نمیدونم تکفیری ها و فلان اینا، مثل داعش، مثل جریان النصره و الی آخر. قطر به همین ترتیب و بخصوص ترکیه، ایران و عربستان که سه قدرت اصلی منطقه‌ای هستن، هر کدام در واقع وارد میشن که سهم شیر خودشون رو در واقع بگیرن از این بحرانی که ایجاد شده در منطقه، که اساسش آمریکا مسئول با اون وضعیتی که تو عراق خلق کرده. و چیه؟ میبینیم که تاوانش رو بایستی مردم زحمت کش منطقه پس بدن و این جنایاتی که داره روزانه صورت میگیره. نگاه بکنید به کردهای ایزدی بیچاره، یک قومی که مثلا حدود 1.5 میلیون جمعیت هستن، چه بلایی به سرشون اومده و هزاران نفر انسانشون کشته شده یا داعش مثلا اسیر کرده و میبره و مثلا مرداشون میکشه و زناشون میبره، مثل دوره
در واقع همون سالهای اول امپراتوری عثمانی که زنها رو چیز میکردن و در تاریخ ما میخونیم، این اون بلا رو دارن به سر مردم فقیر میکردن. یعنی این مجموعه‌ای که شما میگید، یعنی هم دخالت‌های کشورهای منطقه‌ای، قدرت‌های بزرگ، گروه‌های نیابتی که هر کدوم برای منافع فرقه‌ای و قومی و مذهبی خودشون می‌جنگن، در واقع و عملاً زیر رفتن مرزهای سوریه و عراق و حتی مرزهای لبنان و سوریه، و حتی اینجا ما شاهد یعنی یک تغییرات بزرگی توی منطقه هستیم. این خود اینکه دیگه کسی نیست که برای مثلا منافع عراق بجنگه، یا برای منافع شیعان میجنگه، یا برای منافع کردها، یا برای منافع سنی ها، این موقعیت یه موقعیتی وجود آورده که ما شاهد مهاجرت ها و جابجایی های وسیعی هستیم، که این جابجایی ها همون جوری گفتید اولین قربانیاش اقلیت های کوچک و ملی و مذهبی هستن، مثل ایزدی ها، مثل ترکمن ها، و در برخی جاها کردها که در واقع در اقلیت قرار میگیرن و به شدت سرکوب میشن توسط این گروه های فرقه‌ای که هست و اینا. با توجه به این مجموعه الان موقعیت چجوریه مثلا در سوریه؟ چون ما الان شاهد یک مقاومت جانانه هستیم در کردستان سوریه علیه داعش، و در جاهایی که ارتش عراق به سادگی شهر موصل رو ول میکنه میره با 60,000 نیرو، ما شاهد شهر کوبانی هستیم که مردم، زنان و مردان و همه در حال دفاع. چه ویژگی داره اون دفاع و این موقعیتی اونجا هست؟ دوست دارم اول یه اشاره بکنم به تفاوتی که جنبش کردهای سوریه داره با کردستان عراق. تو کردستان عراق یه وضعیت حاضر و آماده در نتیجه حمله در واقع امریکا به صدام حسین و انداختن صدام حسین، اگرچه در سال 91 اینا یک حالت خودمختاری داشتن خودشون و در واقع یک منطقه چیز ممنوعه بود اونجا، برای پرواز ممنوع بود که کشورهای غربی تحمیل کرده بودن به کشور عراق، و اونا تونسته بودن کردها بر اساس اونجا خودشون رو تقریبا راه ببرن. اونجا در سال 2003 یک چیز حاضر و آماده دادن دستشون و هیچ زحمت اونچنانی براش نکشیدن، گرچه پیشمرگاه همیشه دهها از دهها قبل بودن. اونجا جنبش نظامی پیشمرگه خیلی ضعیف شده بود. خب ما اخبار دقیقش رو مو به مو داریم دیگه، من دارم. و یک جنبش مردمی بود سال 91، یک قیامی شد درسته، اونجا چون عراق چیز شد صدام اومد و خطر این بود که بمب شیمیایی دوباره بنداز و اینا، دیگه منطقه پرواز ممنوع بهش تحمیل شد و بالاخره هم سال 2003 صدام رفت. و یعنی بهای زیادی برای به دست آوردن این چیز ارزشمند که خودشون راه ببرن نپرداخته بودن مردم و اینو نمیفهمیدن شاید به طور کامل. علاوه بر این، خب پولی که در از طرف دولت مرکزی به دولت کردستان عراق، دولت اقلیم داده میشه، این درصد معینیه و اینم خب پخش میکنه بین این مردم. خب امکاناتیه در دستشون که عرض کردن براش زحمت زیادی نکشیده بودن، در نتیجه ارزش واقعی این وضعیت جدید رو شاید مردم هنوز کاملا حس نکردن که چقدر مهمه این آزادی خودشون و باید بپرورونن، باید یه رشد رسد بدن، تکاملش بدن. این که در سوریه برخلاف اینه، در سوریه در واقع در نتیجه بحرانی که از 2011 بود و اینا، بالاخره گفتم تحمیل کردن بهشون وضعیت نظامی رو، بعد وضعیت به شیوهی پیش رفت که دولت اسد رفته رفته ضعیف شد از لحاظ نظامی، چون اینا مرتب پمپاژ میکردن این کشورهای منطقه‌ای، ترکیه، قطر و عربستان و اینها، و ایران هم که خب پشتیبانی میکرد از دولت بشار الاسد، در واقع ضعیف شد. به خاطر این تضعیفش عقب نشینی کرد از کردستان، عقب نشینی کرد، یه تاکتیکی به خرج داد دیگه که حالا کردها بالاخره یه روزی روزگاری من برمیگردم، هر زمان بخوام میتونم سرکوبشون بکنم، چون در مقابل عرب های سوریه اینا خب حدود 18-19% هستن و نمیتونم مقاومت انچنانی بکنم. با این استراتژی عقب نشینی کرد.
کردان بلافاصله فهمیدن که اینا نباید درگیر این مبارزات فرقه‌ای بین دولت بشار اسد که خودش شیعه علویه با نمیدونم این سنی هایی که مرتجع تر هم هستن از اون نباید وارد بشن و اومدن نیرویی هم که نیروی پیشرو اونها هستش کاملا متفاوته، نیرویی که میبینیم دهه هاست داره مبارزه میکنه، خون میده مقابل ترکیه و هم فکر هستن با نیروی پکاکا و نیروی رادیکال تریه. نیروی رادیکال تریه اعتقاد داره به مسئله دموکراسی، اعتقاد داره به آزادی زنان، اعتقاد داره به مسئله در واقع رفع استثمار تا حدود زیادی، اگرچه خوب نواقص خاص خودشم داره دیگه. یک نیروی اونم بازم فرقه گرایی زیادی داره، سکتاریست بوده در گذشته و فلان اینها، منتها تفاوت ماهوی داره با نیروهای مثل اتحادیه میهنی و بخصوص حزب دموکرات کردستان. این روی بیشتر یک ساختار فرقه قبیله ای هست توی بیشتر تو عراق تو و اینجا تو در سوریه بیشتر یک ساختار حزبی مدرنی هست که بله. تحت تاثیر من بهش نمیگم قبیله ای مال کردستان عراق، منتها انصافا حزب دموکرات کردستان عراق عقب مانده ترم هست به مراتب از حزب دموکرات کردستان ایران که میبینیم مدت ها با کمله در جنگی در حزب دموکرات کردستان ایران. اینا در واقع اون ساختار حزبی داشت توی اینجا. آره. خاندان بارزانی همراه آره. بودن که بو متاسفانه و اینو باد میزنن. صحبت اینه، اگرچه من معتقد نیستم که نظام قبیله‌ای در کردستان عراق نظام غالبه، معتقدم که اونجا هم جامعه سرمایه‌داریه مثل هر جای دیگه، منتها این نیرو داره اینو باد میزنه چون از قبل اون داره نان میخوره. میدونین نیروهاش رو سر کار گذاشته، در واقع مسئولیت های بلند پایه بهشون داده و داره همه میلیونر شدن. یه طبقه جدید هست به خاطر اونه که میگه ما خودمون در واقع 10,000 نیروی مسلح داریم بارزانیه و مفتخ با افتخارم اینو میگه، در حالی که به خود شما گفتن این چیز قبیله‌ای و عقب مانده است، این مربوط به جامعه امروزی نیست. به هر حال تفاوت این دو تا قضیه باعث شد که میبینیم که یه جنبشی شکل بگیره اونجا، یه ارتش 30,000 نفره برای خودشون آماده کردن، زن و مرد، پیر و جوان و چیزهای مدرن رو رعایت کردن، مثلا اینکه کودک رو حاضر نیستن به پذیرن زیر 18 سال که بیاد اسلحه برداره، اون باید آموزش ببینه. از لحاظ آموزش خیلی پیشرفت ها داشتن، آدم های یاد میدن که آموزش زبان کردی رو الان و آموزش میدن به زنان بی نمیدونم بی سواد و فلان و اینها، به مردان بزرگسال بی سواد در عرصه های علارغم اینکه الان زیر فشار هستن به شدت، منتها فراموش نمی کنن که یک استراتژی دارن، دوراندیشی بکنن و هی مرتب پیشرفت بکنن. بسیاری دستاوردها داشتن در عرصه نظامی، مثلا چیزهایی میسازن که آدم وقتی ببینه تعجب میکنه با اون امکاناتی که محدودی که در اون جامعه هستش. در عرصه مثلا حالا چیز نظامی که خب وجه غالب و منطقه هستش و میبینیم که کاملا در محاصره این داعش هستن یا حکومت اسلامی به استفاده این دولت اسلامی الان، منتها اینا فراموش نمی کنن. زن و مرد مسلح شدن و میفهمن که چون زناشون میفهمن اگه در واقع به وسیله داعش تسخیر بشه این منطقه قتل عام صورت میگیره، در نتیجه مسلح شدن، پیرزن میاد مسلح میشه که میدونین. و این تفاوت بسیار بزرگیه با کردستان عراق و دستاورد خیلی بزرگیه. این مردم دارن از آزادیشون دفاع میکنن، در نتیجه این آزادی رو محترم میشمارن، ارزشش رو میفهمن و سوء استفاده ازش نخواهند کرد، میدونین، چون خوب میشناسن که به چه قیمتی دارن به دستش میارن و چقدر عزیز این قضیه که به خاطر منافع فردی یا منافع فرقه‌ای اینو قربانی نخواهند کرد. و به این دلیل هم هستش میبینی که به محض اینکه مثلا سنجار تحت محاصره و نمیدونم کشتار قرار میگیره، بدون سرسوزنی تعلل اینا بلافاصله وارد میشن و دفاع میکنن از اون مردم، دقت میکنه از مردم ایزدی و فلان. آره این جنبش کاملا متفاوتی هستش و مایه افتخار در واقع در این وانفسایی که تمام منطقه نیروهای به شدت مرتجع اسلامی دارن سر میبرن انسانها رو، جنایت میکنن به طور روزانه، وحشیانه، جنوساید، قتل عام صورت میدن، میبینیم که یه مردمی که
هیچ وقت حکومت هم نداشتن، در فقر مطلق بودن، جزو عقب مانده ترین مناطق اون کشورها بودن، چه در ایران، چه در عراق، چه در ترکیه و سوریه. ببینیم که چه موضع انسانی دارن، میبینیم دفاع میکنن از هم دیگر، حالت اون همبستگی رو که براشون چقدر خوب میرن و شروع میکنن به کمک کردن به کسایی که مورد نیاز دارن به اون کمک. الان با توجه به موقعیتی که هست، یعنی ما شاهد پیشروی های داعش هستیم تو بسیاری از مناطق، از اون ور شاهد سازماندهی مجدد و یک هوشیاری در بین کوردها و مردم دیگه هستیم برای خطر با خطر داعش، که از تبدیل شدن این گروه واقعا ارتجاعی جنایتکار آدمخوار به یک دولت، به یک منطقه در واقع سیف و خوب برای تروریست های اسلامی، در واقع مانع از این بشن، این هوشیاری به وجود اومده. فکر می‌کنم چه چشم‌اندازی هست الان، چه باید کرد که در واقع کمک کنیم که مثلا نیروی همبستگی کمک کنه که واقعا مانع از این بشه که این قضیه اینجوری ابعاد پیدا کنه و این دامنه ویرانسازی های همه ساختارهای اجتماعی و اقتصادی اونجا اینجوری توسط نیروهای مخربی مثل داعش و نیروهای مشابهش عمل نشه. به نظر من دوره پیشرفت داعش به سر اومده. من فکر میکنم دوران دیگه سقوط داعش الان شروع داره میشه و شروع شده. اگرچه و این به چند دلیله، یکیش جنایتکاری خودشونه و که با در واقع اینو فضیلت میدونن و پخش میکنن برای ایجاد رعب و وحشت در دل مردم و از این طریق نیروهای فاشیستی همیشه عمل میکنن، یکیش به این دلیله. دلیل دومش اینه که الان عصر اینترنته و مردم جهان در واقع متنفر هستن از چنین نیروی آدم خاری به قول شما که اصلا وجود داشته باشه در بخشی از کره زمین، و در نتیجه مردم در اقصی نقاط جهان هر یک به شیوه نفرتشون اعلام میکنن و افکار عمومی در کل کشورهای جهان علیه این هست. بخشی دیگرش در واقع باید توجه بکنیم، اگرچه کشورهای غربی علیه داعش الان صحبت میکنن و اینها، منتها من تصورم این برنامه مثلا آمریکا این نیست که داعش رو ریشه‌کن بکنه. از نوع حملاتی که بهشون میشه تا گفته های مثلا خانم کلینتون، تا مسئله عکس های آقای مثلا ملاقات های مکین، تا در واقع اینی که میبینیم که حملاتی که مثلا میشه در اطراف مثلا سد موصله، و اگرچه دولت آمریکا تونست در سه روز ارتش صدام حسین رو که هزار بار قوی تر از داعش رو از بین ببره، آیا نمیتونه در یک هفته کار داعش رو بسازه اگه بخواد؟ داستان اینه که نمیخواد، چون که گفتم آمریکا میدید که مالکی و فلانی نرفتن قورت داده شدن به وسیله ایران و میخواد یک ضدی ایجاد بکنه، در اینچه یک حکومت های کوچولوی ایجاد بشن در منطقه که این طرح خاورمیانه بزرگ که آمریکا داره و اینا کشورهای کوچک منطقه‌ای که بتونه راحت اینا رو منیپولیت بکنه و سوء استفاده ازشون بکنه و امکانات در واقع اقتصادی و فلان ایناشون رو بمکه و سر کارشون بذاره، هر از گاهی اینا رو به جان هم دیگه بندازه و اون بالا تفرقه بندازه حکومت کن دیگه، همون سیاستی که به اصلاح این کشور بریتانیا بگیم صد سال پیش می برد، زمانی که قدرت فائقه بود. الان امریکا داره همون سیاست رو پیش می برد، همه کشورها اروپایی هم پشتیبانش هستن، اروپای غربی انصافا. در نتیجه یکی موضع این کشور هست، اگرچه در گفتار و حتی تا حدودی هم که مثلا میارن میگن اسلحه میدن به کرده و فلان، اینا اسلحه میدن به کرده که چکار بکنن، اینا اسلحه میدن که اونا رو به جان هم دیگه بندازن بیشتر و خودشون راحت تر حکومت بکنن برشون. اینا برای آزادی مردم کرد نیست که این کارو میکنن، این و اینو مردم کرد میفهمن، خوب میفهمن. منتها خب همچنان که هر کسی از این موقعیت به نفع خودش استفاده میکنه، کردها هم به نفع خودشون استفاده میکنن از این موقعیت و بایستی هم بکنن. به نظر من به عنوان یه چپ بایستی ما دفاع کنیم. یه با
به عنوان اینکه اگر ما بپذیریم که حتی اگر این جنگ ها تا به انتها برسه یه تغییر دیگه جغرافیا به اون جغرافیای بعدی بر نمیگرده و مسئله استقلال کردستان الان مطرح شده، واقعیتش اینه که اگر بشه ما با یک جایی روبرویم که بسیار از کشورها چشم داره، یعنی کردستان عراق، کردستان ایران، کردستان ترکیه، کردستان سوریه و مسئله همون جنگی که الان هست که میگن کسی برای منافع عراق دیگه نمی جنگه، کردها برای خودشون می جنگن، شیعیان برای خودشون، سنی ها برای خودشون، آن چیزی که میتونست موجب انسجام ملت به مساوی ملت عراق میشد تا حد زیادی در هم ریخته و پاشیده شده. شما چجوری میبینی این چیز رو؟ بله، در واقع امکان این که یک دولت متمرکز توی عراق دوباره شکل بگیره تقریبا صفره، این که شکی توش نیست. دو حالت میتونه داشته باشه، یا اینکه در واقع الان با توجه به اینکه آقای حیدر العبادی اومده سر کار به عنوان نخست وزیر و داره کابینه دیگه رو تشکیل میده که کردها دوباره وزراشون برگشتن به این کابینه، با توجه به اقداماتی که برای دوره یک دولت فدرال در مرکز دارن چیز میکنن که بتونن سنی ها رو بکشن و این البته دستنداز هایی همیشه داره فعلا، منتها این یه حالتشه که در این صورت در واقع همون رژیم فدرالی که نظام فدرالی که قرار بوده تو در قانون اساسی عراق شکل بگیره و دولت مالکی با پشتیبانی جمهوری اسلامی حاضر نشد اینو بده و در واقع سیاست سکتالیستی، سیاست به شدت فرقه‌گرایانه خودش رو داشت پیش می بود و دیگران رو به حاشیه پرتاب کرده بود، هم کردها رو هم سنی ها رو، و اینم تا حدود زیادی باعث این بحرانیه که الان گریبان عراق رو گرفته. این در واقع برای در واقع اصلاح اون سیاست غلط گذشته دارن یه اقداماتی در مرکز انجام میدن که اگه بتونه این موفق بشه به هر حال کردها دوباره میپیوندن به این سیستم فدرالی، منتها پیوستن اکنونشون دیگه با اون چیز دیروز یکی نیست. الان دیگه کردها کرکوک رو دارن خودشون، یعنی تو انتظار نبایستی داشته باشی که این نیرو رفته که ارتش عراق فرار کرده از اونجا و اینا روزانه دارن کشته میدن در مقابل داعش، ده پیشمرگه، سی پیشمرگه، نمیدونم فلان کشته میشه، به طور روزانه اینجوریه، جنگه. تو نبایستی دیگه انتظار داشته باشی چیزی که هزاران دهه ها صده هاست که ادعای ارزیشو دارن، اونجا ساکن بودن و این امکان ازشون گرفته شده که کنترل سیاسی خودشون به دست بگیرن. کردها نباید انتظار داشته باشی الان اینکه این امکانات رو به دست آوردن بگن بله ما دوباره برمیگردیم. شما تصور بکن دیگه در دهه مثلا 1967 که جنگ اسرائیل بوده که جولان رو میگیره، بلندی های جولان هنوزم پس نداده، خیلی آشکاره که جولان مال اسرائیل نیست ولی گرفته تسخیر کرده، میگه حاضر نیست پس بده به مال سوریه است. تا الان انتظار داری که جایی که مال خود کرده است، عمری اونجا زندگی کردن صده ها، در نتیجه وضعیت متفاوت خواهد بود حتی در این حالت فدرالیسم هم که بگیم. حالت دوم، اگه این نگیره، اگه این آقای عبادی هم دوباره سیاست های مالکی رو تعقیب بکنه، دوباره بخواد در واقع همه چیز رو در دست زیر دست خودش و نیروهای شیعه کشور عراق تمرکز بده، کنترل بکنه، طبیعیه کردها این بار با این وضعیت جدیدی که تا حدودی اصلاح هم بهشون میدن، بخشی هم خود جمهوری اسلامی به اصلاح میده و اهدافش البته روشن برای چی میده، برای اینکه اونجا حضور داشته باشه که اگه عراق نگرفت اون دولت مرکزی اینجا هم جاپایی داشته باشه، اونجا هم جاپایی داشته باشه برای سیاست های خودش، به هر حال با توجه به امکانات نظامی که دستشون افتاده کردها، با توجه به کمکای، با توجه به اینکه افکار عمومی جهانی پشتیبانشون هستش، میبینیم که اقدامات درخشانی انجام دادن در دفاع از این آوارگان، از این مهاجرینی که اومدن. وقتی که میگیم 2 میلیون در داخل عراق، اینجوره بیش از 1 میلیونش در کردستان عراقه، میدونی، و اینا دارن کمکشون میکنن و با توجه به این وضعیت
در واقع ماجرای استقلال رو پیش خواهند بود. البته این به یه پیش شرط هایی داره دیگه. مسئله استقلال اینه که طبیعیه اگرچه شعارشو داده، اگرچه گفته یه کمیسیونی براش در پارلمان کردستان پیشش ببر، طرحشو آماده بکنه، طبیعتاً معنای عملی این قضیه، سیاسی این قضیه این خواهد بود که سبک سنگین میکنن آیا اگه اعلام این قضیه بشه از لحاظ امنیتی به ضرر کردها خواهد بود یا به نفعشون، آیا دولت مرکزی عراق علیهشون نخواهد ایستاد، علیه جمهوری اسلامی چه موضعی خواهد گرفت، که خیلی واضح اینا دشمنان دوروبرش هستن. دولت ترکیه اگرچه سیاست دغلکارانه‌ای داره و نه خود اردوغان بلکه رهبر حزب عدالت و توسعه میگه که ما در مقابل استقلال کردستان وای نمیستیم ضرورتاً، و آیا واقعا در عمل اینجوری خواهد بود؟ بنابراین اینکه خطر امنیتیه که خواهد داشت و اینو سبک سنگین خواهند کرد. دوم از لحاظ اقتصادی انصافاً کردستان عراق چون گفتن من چون که دو دستی داده شد تحمیلشون و قدرش رو نفهمیدن، نتونستن از لحاظ اقتصادی خودشون آماده بکنن. اقتصاد خودکفایی نداره، اقتصادی که وابسته است به نفت، یه دولت راندخاره اونجا هستش، پول نفته یا مثلا پولی که دولت عراق در زمانی که قبل از اینکه بالاخره اون بودجهشون رو قطع بکنن 7-8 ماه پیش عراق بودجه رو میدادن، نفت رو میفروختن، بودجه رو میدادن به عراق، عراق 17% رو میداد به اینا و این پول رو دارن بین مردم و بین خودشون تقسیم میکنن، بدن چه قدرشون نفهمیدن، در اینجا از لحاظ اقتصادی آمادگی ندارن. از لحاظ سیاسی امکان این که البته رای گیری بشه یا رفراندومی انجام بگیره و فلان اینها یا اینکه بحث بشه این قضیه، این امکانات وجود داره، هستش تو کردستان، همین الان داره مرتب بحث میشه هر روز. منتها این دو عامل، عامل اقتصادی و وضعیت امنیتی، دو عامل بسیار اساسی هستند که بدون بررسی دقیق اونا طبیعتاً به طرفش قدم عملی بر نخواهند داشت، اگرچه با عنوان یک کارت سیاسی ترک کرده مسعود بارزانی این قضیه رو که آره اگه آقای مالکی کوتاه نیاد و فلان اینا میبینین چه خواهد شد بعد از یکی دو ماه دیگه، که احتمالاً اینا در واقع در همداستانی با غرب و با چه میدونم اینا اون خبر داشته اون زمانم که ماجرای داعش که این چش بیاد چه میدونم پشت پرده خواه هیچ وقت علنی نخواهد شد، منتها احتمال داره اینجوری باشه. منتها برای عنوان کرد، به عنوان جامعه کرد در کردستان عراق بیگدار به آب نخواهند زد و فرق داره اینکه یک رهبری، یک نفری بیاد به خاطر چیز سیاسی موضوعی رو ترک بکنه تا اینکه در عمل چی خواهد بود. در عمل طبیعتاً اینقدر واقع گرایی وجود داره که بفهمن که برای چیزی هم که الان تو دست دارن از دستش ندن با این اقدام، چون که خطرات جدی وجود داره هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ امنیتی. اینو بررسی خواهد. با سپاس فراوان از رفیق محمد رحیمی و شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری، امید که برنامه امروز مورد توجه شما قرار گرفته باشه. نظرات و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو برای ما بفرستید و ما در حد امکان تلاش خواهیم کرد به پیشنهادات و انتقادات شما پاسخ بدیم. هر جا هستید شاد و سلامت و ابراق باشید. با امید دیدارتون.